این که شیرین است. راست میگویی، این آب که شور نیست. این آب شیرین است. این آب شیرین است جناب مالک. آب شیرین است جناب مالک. آب شیرین است. عجیب است، دیدید شیرین است؟ عجیب است. چه اتفاقی افتاده؟ من یقین دارم که قبلا آب این چاه شور بود. بیایید بیایید آب بنوشید. تو مأمور نجات خیلی عظیمی از بندگان خدا هستی. اینان مأمور نجات تو هند. بر درب بنشین تا از این چاه نجات یابی. از چاه نجات یافتم نزد پدر می روم؟ نه، تو مأمور نجات خیلی عظیمی از بندگان خدا هستی. با این کاروان به سرزمین دوری خواهی رفت. پس پدرم، من او را دوست دارم. او باید سالها فراق تو را تحمل کند. این اراده پروردگار یکتاست. نزد کاروانیان نام و نشان خود را انکار کن. هرچه از تو پرسیدند فقط بگو فرزند چاهم. ولی پدرم نمیتواند دوری مرا تحمل کند. تحمل دوری تو بهتر از تحمل مرگ توست. نزد پدر بازگردی برادر کشت. بهتر از سکوت کنی و تسلیم اراده پروردگار باشی. جناب مالک، تو چیستی؟ فرشته‌ای یا انسان؟ تو اینجا چه میکنی پسر جان؟ تا کنون کودکی به این زیبایی ندیده بودم. تو درون چاه چه میکردی؟ به دنبال کسی میگردی؟ چرا سکوت کرده ای؟ زبان ما نمیدانی یا از ترس سخن نمیگویی؟
پیش از آن که همه چیز را برملا کند باید دهانش را برای همیشه بست. من از اهالی همین منطقه هستم، تردید ندارم که عبرانی است. نه ترس پسر جان، کسی به تو آسیبی نمیرساند، حرف بزن. نام تو چیست؟ یوسف. چه عجب، پس تو زبان هم داری. بگو ببینم، اهل کدام شهری؟ از کدام قبیله ای؟ فرزند کیستی؟ نمیگویم، نمیخواهم نزد آنان بازگردم. آنها میخواهم من رو بکشند. یعنی بستگان تو قصد جان تو را دارند؟ آنها من رو در اینجا انداختند. چاره چیست؟ در نهایت که باید بازگردی. من رو با خود ببرید، نمیخواهم به خانه بازگردم. پدر و مادرت چه میشوند؟ نه، نمیتوانم تو را با خود ببرم. پس اجازه دهید من از اینجا بروم، به جایی که مرا پیدا نکنند. با این کودک چه کنیم فلی؟ من میگویم با خود ببریم، اگر خاندانش او را میخواستند به چاه نمیانداختند. این چهره معصوم نمیتواند دروغ بگوید. اگر واقعا جان او در خطر باشد، نجات جان او ضروری است. او غلام گرانبهایی است. میدانید از فروش او چه درآمد سرشاری نصیب شما میشود؟ مرا بفروشید به عنوان برده، به عنوان غلام. من راضیم، فقط مرا از اینجا ببرید. این چهره یک برده نیست، ولی با این همه او را پنهان کنید با خود میبریم. اگر از اهل او به جستجو آمدن انکار کنید. اگر میخواهی تو را با خود ببریم، باید سکوت کنی و درون یکی از آن صندوق ها پنهان شوی. موافقی؟ موافقم. هیچ یک از ما کودکی ندیده. دیده است؟ اصلاً کدام کودک؟ کودکی ندیده ای؟ در این بیابان کودک چه میکند؟ آب به اندازه کافی برداری، هرچه سریعتر باید راه بیفتی. اینها کیستند؟ نکند راه زن باشند؟ نگهبان ها، برده ما را به ما واگذارید. کدام برده؟ همان که از چاه بیرون نشاوردید، همان که پشت پنهان شده. برده شما درون چاه چه میکرد؟ او خود را به چاه کند، ما نینداختیم. چرا نجاتش ندادید؟ به دنبال تناب رفته بودیم برای نجات او، که در هر حال اینک او برده ماست و به هیچ عنوان. اگر خود نخواهد با شما همراه شود چه؟ او چون این حقی ندارد، برده مطیع اراده مولای خیش است. البته اگر بپذیرد که برده شماست. یعنی چه؟ اگر نپذیرد؟ شما را توان مقابله با افراد کاروان ما نیست، او را شما نخواهم داد. شما می توانید از خود او جویا شوید، او خود خواهد گفت که برده ماست. از اینان نترس پسر جان، نمیتوانن به تو آسیبی برسانن. بگو ببینم، آیا تو غلام اینان هستی؟ دلو گفتن رو به من نیاموختن.
اینان محترم و صاحب اختیار من هستند. مرا در کنار ایشان پروریدند. اینان اهل من هستند. دیدید؟ نگفتم او برده ماست؟ سخنان این کودک دو پهلوست. واضح تر بگو، آیا تو برده اینان هستی؟ اینان مهتران و صاحب اختیار من هست. من پاسخ مشخصی دریافت نکردم. می توانم یوسف را به شما باز نگردانم، ولی ما به زور هم که شده او را خواهیم گرفت. تردید نکنید که جان در سر این راه خواهید گذاشت. یقین بدانید تعداد کشته‌های شما کمتر از ما نخواهد بود. راستی شما به خاطر این برده گریزپای سر به هوا حاضرید بکشید یا کشته شوید؟ دست بردارید. گره که به دست باز می‌شود به دندان چرا؟ خواب کشتن یوسف را ببینی. من دلیل این همه اصرار شما را برای پاس گرفتن او خوب می‌فهمم. اگر نمیخواهید همه چیز را همینجا افشا کنم، دست بردارید و او را به کاروانیان بدهید و قائله را ختم کنید. فعلا که حربه برنده در دست توست، اما به موقع حساب تو را هم خواهم رسید. فکر نمی کنم به خاطر تصاحب این برده حاضر شوی چندی خون ریخته شود. و آن که در برده بودن یوسف تردید دارم، اما از آن گذشتم. میخوای که با صاحبان خود بروی؟ چرا با ایما و اشاره میگویی؟ اگر تو مایل به خدمت ما نیستی، ما نیز چندان علاقه به برده گریزپا و سر به هوایی چون تو نداریم. ما حاضریم اون را بفروشیم. خریداران هستی؟ میتوانم از علت این تصمیم ناگهانی سوال کنم؟ چندان هم بی علت نیست. خسته شدیم و بس پی او دویدیم و اون را جستجو کردیم. بهایش چند است؟ 1000 درهم. گرچه بیش از اینها میارزد، او زیبا و باهوش است. 1000 درهم برای برده گریزپا و سر به هوا؟ نه، من چنین بهایی نمیپردازم. یعنی ندارم که بپردازم. هرچه داشتم صرف خرید کالا کردم. هدف ما دور کردن یوسف از پدر است، نه تجارت. چه عیب دارد؟ چرا باید از چنین سودی بگذریم؟ یا باید به اون چه که داجه دارد بسنده کنید، یا اینکه یوسف رو نزد پدر بازگردانید. انتخاب کنید. چند درهم داری؟ 18 سکه است. میدانم که برای یوسف کافی نیست. ما چشم طمع به قیمت یوسف ندوخته ایم. البته زهد ما افزون تر از آن است که چشم طمع به سیم و زر دنیا داشته باشیم. میبینید که به سادگی از سود کلان برده خود چشم‌پوشی کرده. به ثمنی اندک قناعت میکنیم. مطمئن باشین نیش و کنایه ها بی پاسخ نخواهد ماند. چه شد؟ برده تان را میفروشید یا نه؟ فروختیم. از آن شما. اما چند شرط دارد. چه شرطی؟ اولا که برو بند نهید تا فرار نکند. دوم به سرزمینی دور از اینجا ببرید تا هیچگاه نتواند بازگردد. اگر یک بار دیگر تو را در کنعان ببینم زنده نخواهی ماند. در قبال خرید این برده باید سند داشته باشم، وگرنه کسی او را از من نمی خرد. مانعی نیست. فلی، چرم و جوهر بیاور. نگران نباش، اینها بهتر از ما هستند. با آنها برو، اینجا در خطری. مرا ببخش که نتوانستم کاری انجام دهم.
این اراده خداوند متعال است. من باید با این کاروان بروم، اما برای تو و برادرانم نگرانم. خداوند به شما رحم کند. من برای همه شما دعا خواهم کرد. نگذارید غم دوری من پدر را سجده دهد. او را تسکین دهید. مشخصات برده را بنویسید و رضایت خود را از فروشان ذکر کنید. فراموش نکنید که زیر سند باید نام و مهر شما باشد. لاوی، مراقب بیامی باش. میخواهم تو را ببوسم، اما اینها به ما شک خواهند کرد. مواظب خودت باش، خداوند همیشه با توست. خودت را به او بسپار. در آینده نیست، چون گذشته تو را حفظ خواهد کرد. دست های قرام را ببند. اگر فرار کند تو مقصر خواهی بود. این سند را نیز در صندوق بگذار. آماده حرکت شوید. برویم. صبر کنید، باید مطمئن شویم که رفتند. علت این گری و بیتابی چیست؟ ای کاش میتوانستم با فروشندگان خود ودا کنم. هیچ یک وداعم نکردم. عجیب است، من در ایشان اثری از مهر نسبت به تو ندیدم و در تو نیز اثری جز وحشت از ایشان مشاهده نکردم. این چه رغبتی است که برای ودا با ایشان داری؟ اگرچه آنان از من نفرت دارند، اما من همه آنها را دوست دارم. گذشته هر چه بوده فراموش کن. از این پس تو برده من یه باید با این زندگی خوب کن. فروشندگان غلام که به دنبال ما نمی آید. نمی دانم چه نیرنگی در کار اینا. نه به آن اصرار و شتاب آمدن و قصد خون ریزی داشتن، نه به آن سهولت از قرآن گذشتن و او را به هجرت در هم بگذارد. من نیز از کار آنان سر در نیاوردم. Thank you.
احساس میکنم حال یوسف خوب نیست. قلب من در سینه بیتابی میکند. روز به انتها رسید و یعقوب همچنان منتظر است. اگر بچه ها از یوسف نشانی بیابند، یعقوب آرام خواهد شد. من احساس میکنم در این ماجرا مقصر هستم. خداوند ما را ببخشد. ما میخواستیم یوسف از سروری بیفتد. نمیخواستیم کشته شود. یعقوب نمیخواهد باور کند، اما یوسف کشته شده. گوزندان را کن از تو اینجا کرد قبله مرده بودی. تعداد گرگان زیاد بود و من تنها بودم. از که طرف حمله میکردم و از من کاری ساخته نبود. تا کنون گرگ گوسفندی از گله ما نکشته بود. این بار چه شده؟ از امروز به بعد خواهد کشت. از حالا به بعد باید منتظر بلاهای زیادی باشی. وقتی چون گرگ بره این مظلوم حمله میکنیم، باید منتظر حمله گرگ ها به خودمون باشی. این تازه آغاز بلاهای گوناگون است. خسته شدم از بس تنو کنایه های تو را تحمل کردم. لعنت بر تو که آفت برادران ما شده. خفه شلبی او را به سنگه او داد. اجتمال Ah!
یوسف را ندیدی؟ آن کودک عبرانی را میگویم. نه نمیدانم، تو را میآوردی. به پشت سر که نگاه کردم دیدم نیست. اصلا تو را با او چه کار؟ فلیح او را به من سپرد. اگر گم شود به سختی مجازات خواهم شد. میکنی؟ از دست من فرار میکنی؟ چه شده؟ چرا بیتابی میکنی؟ نکند یوسف من لحظات بدی را سپری میکنن؟ چی شده نبی خدا؟ حال یوسفم خوب نیست لیا، حال یوسفم خوب نیست. تا تو باشی که دیگر فرار نکنی. صاحبان تو گفته بودن که گریز پایی، اما من پاهای گریز تو را خواهم شکست. گریز از چنگ من ممکن نیست. نه شده مرد؟ آرام باش ببینم. نمیدانم چه شد، به یک بار دستم درد گرفت. بی علت که چنین دردی عارض نمی شود. یا بار سنگینی بلند کرده ای، یا به جای خورده، یا مار گزیده. پشت سر قافله که می آمدم دیدم که آن غلام عبرانی نیست. دانستم که گریخته. پس از جستجو دیدم که پشت آن قبر پنهان شده. به قصده دم بی او را زدم که دیدم به یک بار دستم از کار افتاد. تا او را زدی دستت از کار افتاد؟ این کودک بیچاره طاقت سیلی تو را دارد؟ فکر نکردی خدای او از تو انتقام میگیرد؟ مردک، ما او را برای فروش میبریم. ناقص او که به کار ما نمی آید. چرا گریختی؟ نگریختم، مزار مادرم است، خواستم با او ودا کنم. قبر برده نام و نشانم ندارد، چه رسد به بقعه. اینجا مزار مادر یک برده نیست. تو کیستی یوسف؟ سیلی او شدید بود. تو میدانی اگر میگریختی من چه بلایی سر آن میآوردم؟ او آدم بدی نیست، تنها از ترس مجازات من تو را تنبیه کرد. آیا از او کینه به دل داری؟ من را برای کینه توزی تربیت نکردم. آفرین مردم. اگر او را ببخشی من هم بندهایت را برمیدارم. دیگر مرا نخواهد زد؟ به خدای ابراهیم سوگند که از این پس به هیچ کس چنین اجازه ای نخواهم داد. تو یک تا پرستی؟ من مالک ابن زهر ابن انقا ابن اسماعیل ابن ابراهیم هستم.
از نوادگان اسماعیل ذبیح الله. تو فرزند کی هستی؟ منم فرزند... فرزند کی؟ من فرزند چا هستم؟ پس نمیخوای نام پدرت را بگی؟ گفتم که فرزند چا. من دیروز در همان چایی که دیدید متولد شدم، هنگامی که پیک حق به من ظاهر شد. من از سخنان تو سر در نمی آورم. اگر نمیخوای خود را معرفی کنی مانعی نیست، فقط او را ببخش. بسیار خوب، من هم او را بخشیم. آفرین پسرم، با مزار مادرت ودا کن برم. حرکت میکنیم، آماده شوید. یوسف را پیدا کردید؟ مگر گم شده بود؟ شماها چرا زخمی شده اید؟ از این پس در بنی اسرائیل نه از خیر و برکت اثری هست و نه از مهر و محبت خبری. هنوز چیزی نگذشته، گرگ های جان یوسف به جان یک دیگر افتادند. لاوی، من یوسف را به تو سپردم. اگر تو نبودی او را به صحرا نمی فرستادم. چرا از او مراقبت نکردی؟ چه بر سر یوسف آمده؟ چه بر سر یوسف آورده اید؟ حرف بزن، با تو هستم. نفرین خداوند بر شما، یوسف کجاست؟ حرف بزن، یوسف را چه کردی؟ بس کن لیا، یوسف را چه کردی؟ بس کن، یوسف یوسف چند مطلب نظر مرا به خود جلب کرده. نمیدانم شما توجه کرده اید یا نه. اگر در طوفان راه را گم نمی کردیم اصلا به این سمت نمی آمد، و اگر چارپایان ما بر سر چاه توقف نمی کردن ما نیز توقف نمی کردیم، و اگر تشنه نبودیم آب نمی کشیدیم. همه این حوادث لطف خدا بود که این برده نصیب ما شود و به سود سرشاری دست یابد. آنچه روزی توست نصیب می شود. همه ی عوامل هستی دست در دست هم میدهند تا تو به قسمت خود آنچه خداوند مقدر کرده است برسی. در این سفر این برده عبرانی هم نصیب ما بود. نجاتم بده.
درد برا نجاتم بده، نجاتم بده ای ایش درد، نجاتم بده این درد میکشن برا. آی نزدم نجاتم بده ای ایشتار بزرگ این درد برا میکشن. شان دارا ای دزدان این داد برام نجاتم بده ایش دار بزن تو چه کردی؟ دست های تو شفا بخشند. من کاری نکردم، همه این کار را میکنن. با کمی فشودن و نرم کردن در تقدیر میابد. اما مالک تلاش بسیار کرد و نرمش بسیار داد ولی هیچ فایده ای نکرد. به آسمان نگاه میکردی؟ تو ستاره پرستی؟ ستاره ای که به هنگام روز خاموش میشود قابل پرستش است. با این حساب ماه و خورشید را هم نمیپرستی، چون ماه در روز و خورشید در شب ناپدید میشود. خدای من خالق همه این هاست، خدای ازلی و ابدی، یک تا و بی همتا. ظاهرن تو در این کودکی خدایی بهتر از خدایان من و قطمیر انتخاب کرده ای، خدایی که هم تو را دوست دارد و هم دعایت را اجابت می کند. این هم شد معبود؟ این همه زشت کشیدم و ناله کردم ولی هیچ کاری نکردم. من از تو سپاسگزارم یوسف، سپاسگزارم. در این چند ساعت از درد بازو چارم به لب رسیده بود. من از تو به خاطر آن سیلی باز هم پوزش میخواهم. پوزش میخواهم یوسف. سیلی خوبی بود. اگر آن سیلی مقدمه هدایت شما گردد من از آن سیلی راضیم. من از اهالی همین منطقه و بلد راه هستم، همیشه راهنمای کاروانیان بودم، اما این بار گویا شما راهنمای ما شدید. هدایت به دست اوست، هر که را بخواهد هدایت میکند
و هر که را بخواهد در تاریکی و ذلالت باقی می‌گذارد. من نمیدانم این کودک کیست، ولی دیشب دیدم که با یک دعا دست قطمیر را شفا داد. او رابطه خوبی با خدای آسمانی خود دارد، شاید از اولیاست. لازم نیست که برای شفای دست قطمیر او از اولیای خدا باشد. دیروز گفتم که اگر یوسف او را ببخشد شفا خواهد. خواب را چه میگویی؟ من او را دیدم که به هر کجا عبور میکرد سرسبز میشد. خواب که ملاکی، تو خدای یکتا را نمیشه. به هر کس ظلم کنی مجازاتت میکنند، یا در این دنیا یا در جهان باقی. اگر مظلوم از تو بگذرد، خدا نیز از تو میگذرد. اینجا منطقه سرسبز و خرمی بود. امسال کمبود باران محصولات آن را تهدید می‌کند. من از اهالی همین منطقه هستم. اگر باران نبارد، قحطی همه را از پای در می‌آورد. خداوند نسبت به بندگان خود رؤوف و مهربان است. جناب مالک، حال یکی از کاروانیان خوب نیست، با من بیایید. مدتی است بیمار است، اما امروز شدت پیدا کرد. حال او اصلا خوب نیست. نفسهایش به شمارش افتاده، دیگر امیدی به اون نیست. اما چاره چیست؟ نمیتوان او را به حال خود رها کرد. برای او تخت روانی درست کرده، به حیوانی ببندید تا با فاصله به دنبال کاروان بیاید. شما خوب میشوید، مرگ و زندگی هم به دست خداوند است. پسر جان برو، دیگر به من امیدی نیست، به زودی خواهم مرد. من در کنار شما هستم، شما خوب می شوید، مرگ و زندگی هم به دست خداوند است. ناامید نباشید. تو چرا با این بیمار همراه شدی؟ هرچی به او گفتم گوش نکرد. من نمیتوانم او را تنها بگذارم، اجازه دهید با او باشم. بیماری او شدید است، کاری از دستت ساخته نیست. خداوند یاری کنندگان را دوست دارد، نگران من نباشید. مراقب او باش. Oh.
از مرگ نجات پیدا کرده. تو خوب شده ای؟ میبینی که خوبم. تو او را خوب کردی. من؟ همان گونه که دست قطمیر را شفا دادی. خداوند شفا میدهد. من فقط دعا کردم. جناب مالک، جناب مالک، بیایید ببینید بیمار شفا یافته. بیایید ببینید. تو چرا این همه اصرار داشتی به همراه بیمار باشی؟ من نیز چون تو راهنما هستم. راهنمای خوب آن است که همه افراد کاروان را سالم به مقصد برساند. چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گفت از تخت روان پیاده شو، راه برو. من همچنین کردم. میبینی که حالم خوب هست. خب بود یافته ای؟ من جانم را مدیون یوسف هستم. اگر مراقبت و همراهی او نبود، بدون شک کار من تمام شده بود. این مراقبت ناچیز از عهده همه برمی آید. من کاری نکردم. این بیمار در حال مرگ بود و هیچ امیدی به او نداشتیم. من نمیدانم خدای تو چگونه خدایی است. همانقدر میدانم بسیار قدرتمند است و تو را نیز دوست میدارد. دیدم که تو در حقم دعا میکردی و همان دعا حال مرا دگرگون کرد. حرکت میکنی؟ باران به یمن وجود یوسف میبارد.
آنجا مرز کشور مصر است. امروزی راه بیش نیست، به زودی به نگهبانان مرزی میرسیم. تا اینجا که آمدیم نگهبان مرزی ندیدیم. شام، کنعان و حجاز و دیگر بلاد همه ملوک و طوایفی اداره میشوند و دارای حدود و ثغور مشخصی نیست. اما مصر کشور متمدنی است. برای نظم و نظام پیشرفته مرزهای مشخص و ارتش و حکومت می باشد. فراعنه مصر قدرتمندترین حاکمان جهان. خداوند، در این دیار غربت خود را در پناه تو قرار می دهم و از تو یاری می طلبم. خدایا، خود را به تو می سپارم. در این سرزمین عجایب من جز تو کسی را ندارم.